امروز 18 فروردین 1400 دنید شکوفا در اومدن، چند روز پیش هوا گرم شد و بهار رو احساس کرده. امروز و پریروز برف شدید اومد اینا زیر برف، که امروز این مقدار برف کمتر شده. اینجا حیات، قسمتی از حیات دانشگاه گوتینگن معروفن به ویسنشتاد، یعنی شهر دانش. هر شهر آلمان معروفن به یه چیزی، اینجا معروفن به شهر علم و دانش. اینجا نمیشه گوتینگن دی ویسن شافت، گوتینگن شهر دانش. تو ورودی شهر، اینجا ازگاه خطار ورودی شهر نوشته که این شهر شهر دانش. حالا چرا شهر دانش؟ این شهر متکیه بر دانشگاه، متکیه بر دانشگاه، یعنی دانشگاه بسیار بزرگ و مجهزی داره و بسیار معروف. تو از این دانشگاه حدود 40 نفر بیشتر تا حالا جایزه نوبل گرفتن. شهر دانش، اینجا یه این نوبل، اینجا تعدادی از دانشمندان این شهر که نوبل گرفتن و اینجا خاک شدن، یه مقبره یادبودی سیشون زدن. 40 دانش، بیش از 40 دانشمند در این شهر جایزه نوبل گرفتن. این هم ماکس پلانک که انستیتوی تحقیقاتیش خیلی خیلی معروفه. گوشه ای از قبرستون سیستید همین حالا بارون میاد، براندازید میخونم. خوش به حال کسی که اینجا خاکش کردن. گوتینگن شهر دانش، میبینی پایستون وی ساختمون کو اینا همه خوش اینا، یعنی اینا یه انستیته داره به نام ماکس پلانک انستیته اینجا که الان هستم. خیلی اینا تمام رشته ها که بگی اینجا وجود داره، ستاره شناسی، شیمی، فیزیک. اصلا روز اینی که توی ماکس پلان یه چیزی به دنیای علم اضافه نشه، یه چیزی خلق نشه، یه چیزی کشف نشه، اینه که اینجا رخته توش پروفسور که جا و رانیا، یعنی یکی از نشونهای شهر دانش. و اینه که به همین خاطر میگن که ویسنشتاد شهر دانش. حالا مثلا انیشتین خودش مثلا توی دانشگاه، چون این دانشگاه ریاضی و فیزیک علوم پایش خیلی قویه، انیشتین خودش با این دانشگاه خیلی مراوده داشته، دوتا دستیار بزرگش از این دانشگاه بودن. لیشتنبرگ طبیب و دانشمند معروف آلمانی که مثلا خیلی از فیلسوفا میگن حرفاش فلسفیان و خیلی چیزا رو کشف کرده، مثبت و منفی، اولین جراحی پلاستیک، دستگاه کپی مورس، هر چیزی که بگی آدم انجام داده توی دانشگاه بیده. اینم آقای گیورگ کریستوف لیشتنبرگ، کسی تو گفتم حتی مثبت و منفی هم روی چیزاش که کره که درست کرده، این بلاز جسمی معیوب بیده ولی بلاز دانش شبیه خیام خودمون بیده، هم ریاضیدان بیده، هم منجم بیده، هم فیلسوف بیده، همه چی بیده. شکوفا هم یکی از زیبایی چیز دانشگاه و از جمله چیزی که ما ازش خوشم میاد، شوپنهاور توی دانشگاه درس خونده، به همین خاطر این شهر اصلا معروفن به ویسنشتاد. از این کله شهر تا او کله شهر سعی بکنی دانشجویان هم جمون هستن، به خاطر که دانشجویان این شهر هایی که میشه باید به آکسفورد داره، مثلا وسط شهر فروشگاه و همه چیزی مرتبه میبینی، مثلا مرکز کتابخونه پژوهشی دانشگاه، یعنی وسط شهر دانشگاه، یعنی که دانشگاه توی شهری، یه شهر توی دانشگاه، دقیقا مثل آکسفورد. حالا تو جنگ جهانی نمیفهمم طبق چه قانون نانوشته ای سه تا شهر بمبارون نشدن. البته گوتینگن همین چند رو پیش چند تا بمبمون جنگ جهانی منفجر کردن، چند سال پیش هم چند تا پلیس تو انفجار همین بمبا بازمانده جام جهانی کشته شدن، ولی سه تا شهر آکسفورد، کمبریج و گوتینگن بمبارون نکردن، ویران نکردن، سه تا شهر دانشگاهی. دیوار شهر گوتینگن 250 سال پیش
این شهر چهار دروازه داشت، سه تا چهار تا درسته دروازه داشته که اینجا دور تا دور شهر دیوار بیده. تو این شهر ساختمانی است که بیش از 1000 سال خدمت دارن و هنوز ازشون استفاده میشه. میبینی داره صدای موزیک هم توش میام. این یکی هم رستوران ساختمانی است بیش از 1000 سال خدمت دارن و هنوز کاربری دارن. این مجسمه هم که به صدای این چهارا تو شهر نصب شده معروفم به ناف، چون به لحاظ جغرافیایی قشنگ وسط شهر گوتینگن قرار گرفته و اسمش نافه، ناف گوتینگن. این هم تندیس خانم لیزا و قازش که سمبل و نماد شهر گوتینگن محسوب میشه، گنز لیزه، که تو میدون شهر نصب شده پیش شهرداری قدیم گوتینگن. تو این شهر هخ دویچه، یعنی بالاترین سطح زبان آلمانی داره. شما از این وسط آلمان هم قرار داره. شما از این شهر که برین طرف شما جنوب، شرق، غرب، همه لهجه دارن، لهجه های بسیار بسیار نوازه. گاهی وقتا تو تلویزیون که مصاحبه ازشون پخش میکنه حرفاشون زیرنویس میکنه، به همین خاطر مجری یا گوینده های تلویزیون و رادیو بیشتر از این شهر انتخاب میشن. و دیگه چه بگم، دیگه چه قضی شهر لافیان. بوشهری بسیار زیاد توی شهرن، ایرانی بسیار زیاد توی شهرن و کسایی که میان توی شهر هم به خاطر دانشگاه، هم به خاطر زبان، هم به خاطر که شهر شهر جوونیه، توش تحرک زیادن، همینجا میمونن. حالا شما یه زمانی تو ایران خواستین برین کلاس زبان ببینین که استاد زبان تو از این شهرن یا از این استانن، این استان همه چی داره، این شهر همه چی داره به جز تیم فوتبال. تیم فوتبال ما رو استان داریم، تو استان اون ستا تیم قوی داریم، هانوفه، برانشواگ و وورسبورگ. گوتینگن متاسفانه فوتبال نداره و گوتینگن یه چی دیگه هم نداره. اینجا مثلا کسی که از ایران میان اینجا، اگه میان مثلا اینجا کنسرت ابی و نمیدونم گوگوش و اندی و اینا ببینن، اونا اینجا نیمه، اونا میرن کلن و دوسلدورف و هامبورگ و برلین. اینجا معروفه به شهر دانش، کسی که اهل علم و دانش هستن مثل ما بیان توی شهر زندگی کنن و همینجا میمونن. شهر خیلی خشی هم هستی. اینجا گوتینگن ویسن شتات، این شهر دوم مونن. گوتینگن شهر اول ما بوشهرن و ترکیبی از این دوتا میشه بوشینگن. اینا هم که قبر سربازانی هستن که توی جنگ جهانی دوم کشته شدن. اینا ماشالله قبره، نمیفهمم آدمی که دنیا میاد برای زندگی سی چه باید بجنگه و بیمیره.